به نام پروردگار به همتا دانش آموزان عزیز سلام امیدوارم که خوب و خوش و سر حال باشین در خدمت شما هستم با درس جدید از مضمون کیمیای صنفی 11 خب عزیزا ما به ادامه عناصر گروپ ششم اصلی هستیم شما در گروپ ششم اصلی گاز اکسیژن در من حیث نمایندهش خوندین اما به خاطر که تنها اکسیژن در اون او قطار تنها اکسیژن است که حالت گاز را داره و دیگه عناصرش حالت گاز را نداره از او خاطر آمدن یک غیر فلز دیگه هم در کتاب به ما معرفی کرده که او عبارت است از سلفر بنان ما در درس امروز که 89 مین درس میشه میاییم سلفر را با همدگه میخونیم سلفر هم در گروپ ششم است عزیزا و بعد از اکسیژن قرار داره از جمله غیر فلزات هست و ای که دیگه به چه ترتیب هست میاییم و بیشتر در مورد از او با هم آشنا میشیم اول اشکال پیدایش سلفر عزیزا سلفر انسوری است که فعالیت کیمیاوی بسیار بلند نداره چون فعالیت خیلی بلند نداره می میتونه که به شکل خالص یا انسوری همچنان یافت شود و همچنان به شکل ترکیبی و به نام سلفاید ها میگن هم پیدا میشه پس ما سلفر را و دو قسم میتونیم داشته باشیم یکی خالص دگان به شکل سلفایدها. ها اینی دو دانه میشه در دا مورد اشکال پیدایش سلفر الوتروپی ها را ما در درس های قبلی هم گفتیم بازم میگم الوتروپی یعنی مرکب اناسوری که ببخشید مرکب گفتم اناسوری که از لحاظ ظاهری مختلف باشن اما ترکیبشان یک چیز باشه مثال بر شما گفته بودم که الماس و زغال هر دو از کاربون ساخته شده اما اشکال ظاهری مختلف دارن سلفر هم به مترتیب است از در سلفر ما و شما یکی شکل به نام رامبیک میگنشه یک شکل خاصی از حجرات است به نام راست کنجی میگن و دیگهش مونوکلینیک است که هم یک شکل خاص است پس سلفر دو دانه الوتروپی ای که ارترامبیک چه قسم یک حجره است و ای که مونوکلینیک چه رقم حجرات است اما بر شما بگم ما هفت نوه حجره اساسی در کیمیا داریم از این هفت نو دو نوش همین های هستن که در اینجا نامش پنج نو دیگه هم بر علاوه از اینا وجود داره اما در دوره مکتب اصلا در مورد از بحث نشده باز کسایی که به خیر دانشگاه بنن باز اگر رشته کیمیا رو بخونن در صنف دو یا سه در فاکولته باز ای رو اشکال که اینا به چه ترتیب است به مو خاطر چون یک مقدار حال حزمش کمی برای شما سخت میشه ما فقط با گرفتن نامش دیگه اکتفا میکنیم بیشتر وارد جزیات ازی نمیشیم پس دو تا الوتروپی داره یکیش اورتورومبیک که به نام راست کنجی هم معروف است و دیگهش مونوکلینیک که شکل خاص میگن بعد مونوکلینیکش که میگه متشکل است از هشت اتم سلفر است یعنی به این قسم ما بعضی عناصر را داریم که یک اتمی است که اونها تعدادش زیاده بعضی عناصر دو اتمی است که هفت دانه بود. یک تعداد عناصر هم چندین اتمی پیدا میشن مثل سلفر هشت اش دانش یک جایی یک جای چسبیده فسفر هم همین قسم است او البته باز هشت تا باز متفاوت تر است بنان این در مورد اشکال پیدایش و ای هم در مورد الوتروپی هایش شما تصویری که میبینین مربوط میشه به سلفر سلفر به شکل هست به رنگ هست یک رنگ زرد تقریبا خوش رنگ داره شاید حالا بعضی ها بگی زرد نیست متفاوت تر است خو خیر باشه مو رنگی که شما ایر تشخیص میتین تقریبا رنگ زرد گونه داره و بسیار خوش رنگ جامد هست و از جمله غیر فلزات است. میایم به قسمت یک نقطه ماده دانه نکته در دا اینجا داریم یک ما مایی است که سلفاید های القلی و القلی زمینی خواس نمک ها را داشته و در آب منحل اند این میریم با هم دیگه در تخته کار میکنیم که شما ها بتانین مطالب را بهتر برداشت کنین عزیزا هر سلفایدی که مربوط میشه به گروپ اول و هر سلفایدی که مربوط میشه به گروپ دوم یعنی القلی زمینی اینا هم در آب منحل هستن هم در این حال نمک هستن دیگه عناصر گروپ اول لیتیم بود عزیزا دیگه سودیم بود به همین ترتیب پوتاشیم روبیدیم سیزیم و در نهایت فرانسیم و عناصر گروپ دوم را اگه ما اینجا بیایم بگم یکیش بود بریلیم دیگهش بود مگنیزیم و به می ترتیب کلسیم استرانشیم باریم و رادیم تمام این عناصر مربوط میشه به گروپ دوم و به نام القلی های زمینی یاد میشن اینا مربوط گروپ اول است به نام فلزات القلی یاد میشن فعالیت اینا خیلی بیشتر هست خب اگه اینا با سلفر تعامل کنه سلفر با چارج منفی دو میاد این عناصر مثبت یک کل این از میان مثبت یک است چارج های اینا خنسا نمیشه این دو از میاد اینجا یعنی در اصل این قسم هست که یک دانه سلفر داریم که چارجش شست منفی دو دو دانه لیتیم داریم که به این چسبیده این مثبت یک است این مثبت یک است این منفی دوست حالا از لحاظ چارجی اینا با هم برابر میشه و این مولکول خونسا میشه لیتیم سلفاید به همین ترتیب سودیم سلفاید داریم پوتاشیم سلفاید داریم روبیدیم سلفاید داریم و سیزیم سلفاید و بالاخره استرانشیم سلفاید دقت کنین تمامشان از لحاظ شکل ظاهری با هم شباهت دارن کلشان یک دانه دو داره کلشان آخرش سلفره فقط انصار اولیش فرق داره نام هایشان هم تقریبا نظر به موانصر فقط تفاوتش از دیگه یکسان است پوتاشی هم سلفاید روبیدی سلفاید اینی سلفاید های گروپ اول است اینمی سلفاید ها در آب منحل اینمی سلفاید ها از جمله نمک هم به شمار میره حالا برای گروپ دوم اگه بیاییم بگیم در گروه دوم چارج عناصر مثبت دوست کلش از یک سر مثبت دوست وقتی با سلفر یک جای شود سلفر را منفی دو بنابراین مثبت با این منفی خلاص یعنی به این مثل که یک دانه ذره منفی مثبت دو با یک دانه منفی دو با هم یک جای شده از لحاظ چارج یا برابر از دیگه به به این ترتیب میگیم بریلیم سلفاید کد مگنیزیم هم وقتی تعامل کنه همین قسم یک سلفاید رو میسازه کد کلسیم اگه تعامل کنه میشه کلسیم سلفاید کد سترانشیم سترانچیم سلفاید همراه باریم سلفاید همراه رادیم رادیم سلفاید تمام اینمی سلفاید ها در آب منحل هست و در این حال مثل نمک ها هستند پس به خاطر داشته باشین در نکته اول گفتیم سلفاید های گروپ اول و دوم یا فلزات القلی و القلی زمینی در آب منحل بوده و حیثیت نمک ها را دارن این در مورد اولین نکته بود که با هم گفتیم امیدوار هستم که تا این لحظه را یاد گرفته باشین میریم به خیر به سمت دومین نکته ای که در درس امروز ما هست اگر بالای سلفاید های فلزات تیزاب علاوه گردد گاز هایدروژن سلفاید آزاد شده که سمی بوده و سبب براشفتگی و خستگی انسان می شود در اینجا دو تا نکته مهم وجود داشت دو مطلب یک اگر بالای سلفاید فلس تیزاب بندازیم گاز هایدروژن سلفاید آزاد میشه یک مطلب و دوم اینمی گاز یک گازی است که سمی است باعث میشه که ما و شما اگر یک مقدار خود زیاد تنفس کنیم قطعا ما رو مسموم میکنه کمی اگر باعث تنفس میشه باز آلت کسل مانند مانند بر انسان دست میتن خب این هم میتونیم که بیایم در تخته با شما از یک مثالش شما اینجا کار کنم که شما ها ببینین ببین با ما میگه که وقت بالای سلفاید های گروپ اول شما یا گروپ دوم یا هر سلفاید دیگه بالای سلفاید فلزات اگر شما تیزاب ها رو علاوه کنین گاز هیدروژن سلفاید آزاد میشه میخوایم امیر برای شما اینجا نشان بدیم فرض که ما کلسیم رو من حیث نمونه میگیریم بالای کلسیم یک تیزاب رو مندازیم هر تیزاب مثلا تیزاب نمک رو انداختیم خب در اینجا چه حالتی رخ میده تیزاب از اینجا جدا میشه مثبت یک منفی یک و ای هم از اینجا جدا میشه وقتی تعامل میکنن منفی دو مثبت دو یک تعامل تعویزی دوگانه رخ میده یعنی که این مثبت به جای از این مثبت این مثبت بجای جای یا میگم این مثبت کده منفی از ای یک جای میشه وقتی با ای یک جای شد برای ما و شما ببینین H مثبت یک S منفی دو حالا به لحاظ چارج اینا با هم مساوی نیستن دو میای اینجا انمی گاز هایدروژن سلفاید نام داره و در کنار ازی کلسیم با کلورین یک جای میشه کلسیم و کلورین چون این منفی کسی مثبت دو حالا باز هم از لحاظ چارج با هم مساوی نیستن دور میاریم اینجا بدون علامه البته میاریم یک را ضرور نیست ببریم نام ازی میشه کلسیم کلو هر کدام شما بخواین تمرین کنین در خانه شما بیاین برای دیگرایش همی کار را انجام بتین تا بتانین خودتان را بفهمانین من یک دانه نمونه را تانستم کار کنم بیشتر از این کار نمیتانم بنابر وقت که دارم پس شما از این کار کنین تا بتانین که خود را بهتر بفهمانین میرم به سمت استحصال سلفر سالانه به مقدار 15 میلیون تن سلفر را به اساس روش فرسج میگنشه فرسج روش فرسج میتونن که استخراج کنن خب این نام یک طریقه است فرسج نام انگلیسیش است و می ترتیب نامش موندن این روش فرسج چه رقم یک روش هست شما در این تصویر که این تصویر کتاب مکتبتان است شما این رقم یک تصویر در دا کتابایتان دارین شما ببینین سلفر را گفتم میتونه که یک مقدار خالص پیدا شود. خو خالص در روی زمین نیست معمولا پایین است طبقات پایین تر چا میزنن مثل که چای او میزنن اما با قطر کلانتر مثل که برای یگان مثلا برای پل پایه میخواین بکنن با قطر کلانتر هست یک دانه پایپ داخل میکنن بعد داخل از پایپ یک دانه پایپ دیگر داخل میکنن بعد سومین پایپ داخل این یعنی سه دانه پایپ رو سر در سر داخل میکنن از پایپ کلان مثل فیلتر اووری است سراخ داره آب بسیار گرم را آبی که حرارتش تقریبا بالاتر از 160 درجه سانتیگراد است در 100 درجه آب جوش می آید اما 160 درجه حرارت می تنشه و فشار را زیاد ساختن آب جوش نامده با فشار در امی پایپ کلان وارد میکنن این آب میایه و در اینجا نفوذ پیدا میکنه و که نفوذ پیدا کرد آیست آیسته اینجا سلفر به صورت مذابه تبدیل میشه ملتن سلفر یعنی سلفر مذابه سلفر آساسا زوب میشه از طریق پایپ کلان سلفر نمیتونه که سمت بیرون حرکت کنه چون اینجا آب با فشار سمت پایین میایه پس زور سلفر که آب رو پس کنه دوباره از پایپ داخلی هوای گرم را در پف میکنن با فشار از پایپ داخل داخل هوا باید گرم باشه خب یگان پایپ که خالی است پایپ وسطی است سلفر مزابین از این طریق مجراها وارد شده و از پایپ وسطی به سمت بیرون سرازیر میشه اینجا به دست سلفر خب این سلفر سلفر خالص است البته یکی از روش هاست میگن که در کتاب ما گفته حالا هر چنده که معمولا هست یک معلومات اضافی است میگه در امریکا 60 فیصد سلفر را به شکل انصوری از روش بالا یعنی می روش فرست و 40 فیصد باقی از فسیل ها مواد سوختی یا سوختاندنشان میتونن به دست بیارن که از سوختاندن اول سلفر دایوکساید به دست میه بازور دوباره ارجاع میکنن و میتونن سلفر را به دست بیارن خب عزیزا این بود در مورد درس امروز ما و شما امیدوار هستم که درس فامیده باشین تا روز آینده که با درس جدید در خدمت شما عزیزا باشم همه که تانا با خداوند یکتا میسپارم